اشتباه خطرناک اشرف غنی رئیس جمهور کشور. اشرف غنی خواستار رهایی منظور پشتین از بازداشتگاه پاکستان شده است. او رفتار خطرناکی را در زمانی کاملا نامساعد، البته نامساعد برای خودش در پیش گرفته و پیایندهش را هم پیش خرید کرده است. کسی که در خانه خودش آش بریده نمیتانه، چطور قادر است با همسایه سیمیان رشته کند؟ یک شبکه علنی ترور دولتی در سطح امنیت ملی سازمان داده و با هر کسی که حوض کند با بدترین شگرد ضد ملی از نوع داعشی تصفیه حساب میکند. کاری که آخرین نمونهش کشتار دست جمعی فامیل عامر ستار بود. ثانیاً با توجه به تنش گره شده در سطح داخل با طالبان و آمریکا و پاکستان، این دست‌اندازی بی‌فایده گردنش را زیر ساطور حادثه قرار داده است. همین اکنون تمام دستجات مجاهدین با پاکستان دوباره متحد شده و غنی را از قدرت ساقط می‌کنند. مضاف بر این، همان راه اشتباهی را که داوود خان و دیگران رفتند و به بهای ویرانی افغانستان و اسقاط حیاتشان تاوان دادن، این آقا هم می‌رود. با دیوانگی نمیتوان منطق سیاسی خلق کرد. در حالتی که افغانستان داره، ما توان مقابله با هیچ کشوری را نداریم و نمیتوانیم خودمون را با همسایه های قدرتمندی مثل پاکستان درگیر کنیم. این گونه ابراز نظرها با اینکه تنها مصرف داخلی داره و در بیرون هیچ فایده‌ای برای پشتون‌های آن طرف مرز نخواهد داشت، بلکه شرایط را برای هر دو طرف سخت و دشوارتر می‌کند. و در این زمینه وزیر خارجه پاکستان واکنش آنی نشان داده و از اظهارات اشرف غنی در مورد بازداشت منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون‌ها در پاکستان ابراز نگرانی شدید کرده و آن را مداخله آشکار در امور داخلی پاکستان و غیر قابل توجیه خوانده است. رئیس جمهوری افغانستان امروز از بازداشت آقای پشتین ابراز ناراحتی کرده و گفته است که او با حمایت از بیانیه سازمان عفو بین الملل در این زمینه خواهان آزادی فوری او و همقطارانش است. شماری در افغانستان هم از آقای غنی انتقاد کردند که چنین موضع گیرید زمینه مداخله بیشتر پاکستان را در افغانستان فراهم میکند. موافقانش اما تاکید دارند که منظور پشتین یک مدافع حقوق بشر و یک پشتون است و باید از او حمایت شود. منظور پشتین رهبری جنبشی را بر عهده دارد که در 3 سال گذشته برای دادخواهی حقوق هزارها پشتونی که در مناطق قبایلی پاکستان و ایالت بلوچستان کشته و ناپدید شدند و وجود آمده. این جنبش برخورد صلح‌آمیز دارد و گرد همایی‌های بزرگان و چالش بزرگی برای ارتش پاکستان تبدیل شده. این جنبش نماینده نسل جدید پشتون‌های پاکستان است که خواهان حقوق برابر پشتون‌های مناطق قبایلی با دیگر شهروندان پاکستان و پاسخگوی ارتش در مورد قتل‌های بدون محاکمه و آدم‌ربایی‌های سازمان‌یافته نیروهای نظامی است.